خیلی از شاعران و نویسندگان تمام داستان عالم رو سعی کردن در دو تا جمله یا گاهی یه جمله خلاصه بکنن و موفق هم بودن. یکی از اینها اسکار وایلده که بهش گفتن تو میتونی همه داستانهای جهان رو از شعر و نظم و نثر و اینها همه رو در دو تا جمله خلاصه کنی؟ گفت بله. گفتم دو جمله چیه؟ گفت خوبان پیروز شدند، بدان شکست خوردند. همین. و این یک حقیقت شگرفی درش هست که هنوز مردم نمیفهمن که حقیقت اینه. حقیقت این است که خوبان برنده میشن. برنده ولو امام حسین باشن، ولی برنده اونه. بقیه چیزی نبردن. اونه که در قرن 21 نلسون ماندلا افتخار میکنه که میگه من با همت او و اندیشه او تونستم از زندان بیام بیرون یا در زندان تحمل بکنم. بعضی هم گفتن که اون یه جمله کوتاه مثلا از نظر اخلاقی در نظر گرفتن راسل، گفتن تو میتونی تمام تعلیمات خودت رو در دو جمله خلاصه بکنی. گفت بله، اگه بخواید مصاحبه میکردم باهاش در یک رادیویی، حالا بی بی سی بوده یا هرچی که بوده، میتونی که دو تا جمله همه حرفت رو برای این همه نسل‌های آینده و جوان‌ها و سنین مختلف بیان بکنی. گفت بله. گفتن چیه؟ گفت دو تا نکته من بیان میکنم براتون. یکی این است که هیچ وقت هیچ مطلبی رو که معقول نیست قبول نکنید. هر چیزی باید معقول باشه تا شما قبول بکنید. عقل باید امضا بکنه. دوم این که مهربانی و خوبی بهتر از بدی و کینه و کینه ورزیه. بهتر از لطف و مهربانی، بهتر از حسادت و قهر و خشم و اینا هست. همین. این هم یک چیز هست. ولی اونهایی که یه گزارش هست، ولی نظامی و اینها هم و مولانا هم گفتن همون فقط عشق هست دیگه. یعنی خلاصه کردن در خود کلمه عشق، محی الدین خلاصه کرده در اینکه این عالم یه عاشقی هست و یه معشوقی، بقیش دیگه اطراف اینه. یه داستان عشقه فقط، و سعی کردن که اون یه داستان رو در واقع وصل بکنن به کل آفرینش، که اون عشق فراگیر که همه عالم رو در بر گرفته، اون رو باید آدم بهش برسه. حالا نظامی یکی از ایناست که تو داستان خسرو و شیرین که داستان عشقی هست، نشون میده که در چندین جا که این عشق یک عشق ازلی و ابدیه. مثلا در ستایش شیرین مطالبی آورده، شما بخونین معلوم میشه مال شیرین نیست، مال اون زیبایی مطلقه. حالا اینجا در چیز، در همین خسرو و شیرین، اشعاری ابیاتی آورده که در ماهیت عشق که برای عزیزا میخونیم. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، بقیهش بازی دیگه. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. هر کاری غیر از عشق بازی بکنی بازیه، یعنی چیزای وقت تلف کردنه. همه بازی است الا عشق بازی، فلک جز عشق محرابی ندارد. یعنی اگه میبینید داره میگرده به طرفی محرابی، به فلک جز عشق محرابی ندارد. دوره چی بگرده؟ فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. آبروی نداره که این خاک عشق و این حقیقت و ماهیت و جوهر عشقی که همه اینها رو آبرو بهشون بخشیده. غلام عشق شو اندیشه این است، غلام عشق شو اندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. برو ببین همه هر کی صاحب دل بوده همین شغل رو داشته.
دلی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. اگر خود عشق هیچ افسون نداند، اگر هیچ خاصیتی هم نداشته باشه عشق، نه از سودای خیشت وارهانه، از شر خود خلاص میشه لاقل، چون آدم گرفتار خودشه، این اهریمن درونی و این نفس ما اونه که مزاحم کارهای ماست و جلوی حتی هر خوبی رو اون میگیره، برای اینکه میگه این به نفع من نیست، اون به نفع من نیست، با این زد و بند میکنه، با اون زد و بند میکنه اینا. بنابراین اگر خود عشق هیچ افسون نداند، یعنی جادوی بلد نیست، هیچ وردی بلد نیست بخونه که به نفع شما باشه، نه از سودای خیشت وارهاند، مشو چون خر به خواب و خورد خورسند. این خیر که آورده و از کلمات مناسب، مشو چون خر به خواب و خورد خورسند. اگر خود گربه باشد دل در و بند، بدون عشق نباشه، گربه هم اگر شده بالاخره عشق بورزی به اون، بهتر از اینه که از عشق خالی باشی. مبین در دل که او سلطان جان است، قدم در عشق نه کو جان جان است، که جانان بهش میگن، جان جان اون عشقه، اون دل جان هست ولی جان جانان نیست.